بله نوروزتان پیروز، البته هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. بله در خدمت آقای حمید غلامی هستیم، شاعر و فعال فرهنگی که البته افتخار دوستی و آشناییشون رو سالهاست که داریم و با ما همکاری میکردن، شبهای شعری داشتیم یادش بخیر. سال نوتون مبارک آقای غلامی، ممنون از این که اومدید. درود بر شما. در ابتدای سخن اگر اجازه بدید، سخن رو با یک غزلی از شوریده رند شیراز، شاعر دل و راز، اون مرغ خوش الحان و خوش آواز ادبیات ایران، حافظ شیرازی آغاز بکنیم. گفت نوبهار است، نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. چنگ در پرده همین میدهدت پند، ولی وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که ز کار همه غافل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست، گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشی. حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، سید آن شاهد مطبوع شمایل باشی. درود بر حافظ عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، شیوا جان عزیز، آقای زریمر. درود میفرستم به همه هموطنان عزیزم. آرزو میکنم که در هر کجا هستن بهار پرمهری داشته باشن، در صحت و سلامت و صلح و دوستی و در جهت بالندگی و عشق ورزی. واقعا همون صلح و دوستی. درود بر شما. ما از شعر خوندن شما مثل همه و مثل همیشه لذت میبریم. درود بر شما. شما به شعر معنا میدید و معنای واقعیشو بیشتر مینمایید. بعضیا شعر میخونن خب معمولی، ولی شما به شعر شکوه جلال دیگه روح میدن. به شعر خودتونم شعر میگن، شاعرن. معنای واقعی شعر رو میشناسید. خب آقای غلامی، شما از همون کوچکی به شعر علاقه داشتین، حدس میزنم. والا در ژنشونه فکر کنم، درسته؟ البته شعر و توجه به ادبیات شاید بشه گفت که یک جوری ارثیه تو خانواده ما، و شاید من هیچ تلاشی براش نکردم، فقط اینجوری بود، شانسی بوده که تو این خانواده به دنیا اومدم. بدون تلاش هم نیست. شما الان هزاران بیت شعر حفظید از شعرهای مختلف. درود بر نظیر شما. من کسی رو نمیشناسم. درود بر شما. دارابافسر بختیاری، یاد ازش میکنیم امروز، زنده یاد دارابافسر بختیاری، میگه من کیستم به غیر ز پا افتاده ای، بیچاره ای ضعیف و دل از دست داده ای، در کشتی شکسته هجران نشسته ای، در بحر بیکرانه مهنت فتاده ای. با پای لنگ راه به منزل چوسان برم، با شه سوار حسن نپاید پیاده. ما همون پیاده هستیم فقط. آقای در این مورد شکست نفسی میتونید. درود بر شما. درود بر شما. وقت شما خودتون هم شعر میگید و دیوانی تا حالا چاپ کردی یا در دست؟ متاسفانه هنوز چاپ نکردم، اونم دلیل شخصی براش دارم. و ولی اگه که اشعارتون جمع بکنید چندین دیوان شده، حالا شما خودت چندین کتاب میشه. شما خودت شاهدی که بیشتر کارهای من زنده است و به صورت سخنرانی و برنامه تلویزیونی و رادیویی، و به هر حال تا اونجایی که توان بوده توی این سالها در خدمت جامعه ایرانی بودم و با افتخار اون چیزی که در وجودم بوده
و بیمنت. فردوسی میگه کسی کورود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. اون نخل بلند، اون فره ایزدی، اون اقبالی که انسان در جامعه میبینه، اون همراه من بوده و من خیلی خوشبختم از اینکه تونستم این فرصت رو حالا هم شما تو این سالها به وجود آوردید، هم دوستای دیگه، و جا داره از شما هم تشکر و سپاسگزاری و قدردانی بکنیم. ما افتخار میکنیم به شما و دوستی با شما. خواهش میکنم. و ماشاءالله چه حافظه ای داره آقای غلامی. خیلی شعر شما حفظه، ولی من فکر میکنم شما خیلی رو محروم میکنین از این شعرهای به این زیبایی. اگر چاپ بشه چجوری میشه؟ میتونن دسترسی دارن؟ الان دیگه سوشال میدیا هست، دنیای مجازی، میشه جایی دسترسی؟ این یه مقداری بیشتر وسواس خودمه و اون چیزی که حقیقتا خواسته قلبی منه اینه که بتونم اون مجموعه شعرم رو با یک سی دی با صدای خودم و اون اجرای خودم اونجوری که چون کار دل بوده. مولانا میگه جز من اگرت عاشق و شیداست بگو، چون حرف دل رو میزنیم و ما نسبت به دل مسئولیم. در ابتدای بهار پای سفره هفت سین نشستیم، یادگار نیاکانی که این افتخار ما و این نگاهی که ما به امروز داریم و فردا بچه های ما به دنیا دارن، وامدار این تاریخ چند هزار ساله هستیم و بعد راست بگیم. و شاید اون چیزی که اون گوهر گم شده الان توی جامعه کنونی اون راستیه. دقیقاً. اون صداقت گم شده. همه تکنولوژی هست اما راستی نیست. انسانیت گم شده، راستی گم شده. علم هست، راستین، اون اخلاق گم شده. مولانا میگه میگه جز من اگرت عاشق و شیداست بگو، ور میل دلت به جانب ماست بگو، گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو، گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو، راست بگو، راست بگو، بعد راست بگیم. کوروش بزرگم میگه که خدایا سرزمین مرا از دروغ و خشکسالی برحذر دار. نه، من همیشه به بچه‌ها صحبت میشه میگم زمانه طوری شده، اون عشق، اون صمیمیت، اون صداقت نیست. شما به قدر زیبا اینو در یه جمله گفتین. واقعا خانم زریمر، عشق اصلا عشق عوض شده به خدا. نه، ما انسان ها نیاز هامون عوض شده. عشق عوض نمیشه. عشق یه گوهر گرانبهاییست که ماها نیازمندیم. حالا حرف برای گفتن زیاد. واقعا حافظ میگه گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. این حاضر نیستیم بهای آزادی رو بدیم، بهای عشق رو باید بدیم. انسان بدون بها نمیتونه به سرمنزل مقصود برسه. مولانا جایی میگه که با درد بساز چون دوای تو منم، با درد بساز چون دوای تو منم، در کس منگر که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم. آیا حاضریم ما الان خونبهای عشق رو بدیم؟ نمیپردازیم. نیازمند شدیم و اینجا نشستیم که از بی‌نیازی، از بهار بی‌نیاز بگیم، از نوروز بی‌نیاز بگیم. این نوروزی که بی‌نیاز، ما نیازمند نوروزیم. باید با در رابطه خودمون و تاریخ به یک صلح درونی برسیم. این ایده منه. باید به اون ایمنی درونی برسیم تا بتونیم از زندگی لذت ببریم. بسیار زیبا، بسیار زیبا. من چقدر زیبا صحبت این راجب نیازمندی. حالا چون همیشه برنامه من دیدی دلیه، واقعا یه یادی میکنم از نظامی عروضی سمرقندی راجب اندرز نظامی. واقعا میگه آنگاه رسی به سر بلندی، کیمن شوی از نیازمندی. هان تا سگ نان کس نباشی،
یا گربه خان کس نباشی. چون مشعله دست رنج خود خور، چون شمع همیشه گنج خود خور، تا با تو به سنت نظامی سلطان جهان کند غلامی. اگر در بی‌نیازی زندگی بکنی با گردن برافراخته، دیگه خم نمیشه، دوتا نمیشی که مجبور بشی اون عزتت رو از دست بدی. ما قرار نیست که برای عشق گدایی بکنیم، قرار پویندگان راه عاشقی باشیم. دقیقا آزاده باشو پیش آزاده باشیم. امروز نشستیم از نوروز باستانی، من وقتی دیدم که شاهنامه نیست، بله نیست، اینی که سفره نوروزی ما وامدار رو شاهنامه است، این فرخندگی و فرهیختگی که ما ازش یاد میکنیم، همه ماها ایرانی ها، هنرمند، شاعر، حافظ، سعدی، مولانا، رود، هر کسی که شما، نظامی، انوری، جامی، خیام، اینا همه بر سفره فردوسی نشستیم و از اون سفره روزی خار سفره شاهنامه هستیم همه ما. عجم زنده کرد بدیم، عجم کرد زنده کردم بدیم. اینه که در با یه اشاره کوتاهی حالا شاید به تاریخ نوروز از زبان شاهنامه داشته باشیم، از زبان فردوسی بزرگ، اونجایی که از پادشاهی آغاز میکنه فردوسی، میگه پژوهنده نامه باستان. و من خیلی خلاصه این دوره اساطیری ایران رو که از زمان کیومرث پیشدادی آغاز شده تا پادشاهی جمشید که این بزم نوروزی و این روز نور و مدیون جمشید هستی، من خیلی خلاصه عرض میکنم. میگه پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چنین گفت کائین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. اولین پادشاه رو کیومرث یادآوری میکنه. کیومرث فرزندی داره به اسم سیامک که به تعبیری اولین شهید تاریخ ایران زمینه، چون به دست دیوزادهی کشته میشه و در نبرد با دیو و دیوان و در واقع در نبرد با سمبل پلیدی کشته میشه. سیامک یک فرزند داره به اسم هوشنگ که کیومرث ولایت این رو به عهده میگیره، هوشنگ رو بزرگ میکنه و بعد از کیومرث پادشاهی به هوشنگ میرسه. به نگارش شاهنامه حالا خیلی اشاره کوتاه میگه جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. ز هوشنگ ماندین صد یادگار، پس از او چنان کرد هر شهریار. از این جشن صده که اولین نشانه جشن ملی ماست از زمان هوشنگ پیشدادیه. هوشنگ فرزندی داره به اسم تهمورث و این تهمورث که در تاریخ معروف به تهمورث دیوبند و اون شروع میکنه به پرورش و نساجی و حیوانات رو اهلی میکنه و تهمورث وزیری داشته، حالا خیلی زیباست که بدونیم یه وزیری داشت به اسم شیدسپ که در زهد و نماز شب در اون زمان و روزه سرآمد بوده و اون فره ایزدی که شیدسپ همراه خودش داشته برای جامعه ایران اون زمان، اون ایران شهر اون زمانی که بوده، فرخندگی به بار میاره و رو به پیشرفت کشور. بعد از تهمورث فرزندش
جمشید به پادشاهی میرسه و جمشید به روایت شاهنامه هم شاه بوده هم موبد بوده، یعنی در جهت بهسازی جامعه‌ای که درش زندگی میکرده یک مصلح اجتماعی هم بوده، فقط حاکم نبوده. میاد تصمیم میگیره جامعه ایرانی رو به 4 بخش روحانیون، کشاورزان، پیشه‌وران و سپاهیان تقسیم میکنه و این ایدهش هم خیلی خوب بوده. برای اون زمان ایدهش بر این بوده که هر کسی توی این جامعه‌ای که ما مسئول این هستیم که این جامعه رو در شرایط بهتری به نسل بعد تحویل بدیم، بعد در سازندگی این زمین، سازندگی جایی که زندگی میکنیم، نقش فردی داشته باشیم تا اجتماع پویندهی داشته باشیم. ایده جمشید این بوده که هر کسی یک کاری بکنه که آدم بیکار شرمنده نشه، که بکارند، یه جای شاهنامه میگه بکارند و ورزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی برده کرد. جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو مانده از بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. که همون نوروز باشه. بزرگان به شادی بیا راستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. و این دوره اساطیری طلایی تاریخ ایران زمین در زمان حکومت جمشید بوده که با اقبال عمومی همراه بوده. جامعه هر کسی کاری انجام میداده در جهت چرخش اجتماع، رفاه اجتماعی بالا بوده و به تعبیری زمستان نبوده، جنگ نبوده، مرگ نه، همه یک تاریخایی که اون قسمت اساطیری دارن یک عصر طلایی دارن. عصر طلایی تاریخ ایران زمین هم عصر حکومت جمشید بوده که 300 سال طول میکشه و البته این 300 سال 23 سال آخر حکومت جمشید اون زمانی بود که به روایت شاهنامه جمشید از به منیت ادعای خدایی میکنه و غرور ورش میداره و این فره ایزدی ازش بعد این فره ایزدی اقبال عمومی، یعنی که مردم از پشتیبانی جمشید و اولین انقلاب تاریخ تو تاریخ اساطیری ایران زمان جمشید اتفاق میفته. برعکس این که حالا من شنیدم میگن که نمیدونم اولین انقلاب کاوه آهنگر کاوه انقلابی بوده، فردوسی میگه منی کرد آن شاه یزدان شناس. منم زد، گفت من این همه که شما در رفاه هستید حاصل دانش منه، از بخت منه. میگه منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. سواران ایران همه شاه جوی، نهادن یک سر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. این اولین باریه که انقلاب میشه و مردم اقبال عمومی از جمشید برمیگرده و دوره ادبار و پلیدی آغاز میشه با حکومت ضحاک که در واقع نماینده اهریمن بوده و دوره پسرفت اون زمان جمشید آغاز میشه. حالا به هر حال گفتم یک اشاره ای داشته باشیم به زادروز نوروز، درود بر فردوسی بزرگ. یه شعر دیگه مهمون ما میکنیم من که سیر نمیشم به قدری تاریخ ماشاءالله تاریخ نوروز شعر نوروز رو گفتم از اطلاعات سخنی که ما میتونیم صحبت کنیم، ولی بریم سراغ یکی از اگه اجازه بدید شاید به جا باشه که امروز یه مقدار از اندرزهای شاهنامه رو با هموطنهای عزیزمون شریک بشیم. شاید ما بتونیم یه نقش کوچیکی در
رنگامیزی این سفره نوروزی داشته باشیم. بفهمید. حالا اون شاهنامه جای جایش چون اولین حکیم بزرگ واقعا تاریخ، من اعتقاد دارم که هم قلم قاصر هم زبان کوتاه و الکن از توصیف خدمتی که این انسان وارسته به جامعه ایرانی بعد از خودش کرده. فردوسی میگه هنر مردمی باشد و راستی. چند تا پیغام خیلی ساده هم شاهنامه داره: مبارزه با دروغ، نیکیه و اون خصلت‌های بد انسانی رو که یاد داره ازشون، مثل آز، مثل کینه ورزیدن، طمع ورزیدن و استفاده از خرده. اون تعبیری از پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک میاد، شما در سر تا سر خدای نامه و شاهنامه میبینی. بله، خرد گرویشون میگه هنر مردمی باشد و راستی، ز کجی بود کمی و کاستی. ندارد کسی آلت داوری، جهان پرشگفت است چون بنگری. جهان چون گذاری همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خرد. چون این است رسم سرای سپنج، گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج. نماند به کس جاودان روزگار، همان به که نیکی بود یادگار. چو بستی کمر بر در راه آز، شود کار گیتیت یک سر دراز. پرستنده آز و جویای کین، به گیتی ز کس نشنود آفرین. میاز و مناز و متاز و مرنج، چه یازی به کین و چه نازی به گنج. میاور میاور که از روز من بس نماند، میاور که از روز من بس نماند. چنین بود تا بود و بر کس نماند. خرد چشم جان است چون بنگری، خرد چشم جان است چون بنگری. تو بی چشم شادان جهان نسپری، که تا هر کس اندازه خیش را، ببیند بداند کم و بیش را. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ را کان دری دیگر است. فریدون فرخ فرشته نبود، فریدون فرخ فرشته نبود. ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون توی. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. به هر کار در پیشه کن راستی، چو خواهی که نگذایدت کاستی. درشتی ز کس نشنود نرم گوی، به جز نیکویی در زمانه مجوی. درود بر فردوسی بزرگ. بله، درود بر واقعا بزرگترین شاعر و تمام ملت و فرهنگ ایران به فردوسی بدهکاره. حقیقتا همینجوره. در اون بحبوهی که همه سعی میکردن که به عربی حرف بزنن، به عربی شعر بگن، به عربی کارهاشون انجام بدن، این بزرگ مرد یا یک قیامی کرد، انقلابی کرد، انقلاب فرهنگی که زبان فارسی رو محفوظ کرد، حفظ نگرد. آقای زرنیمه، تو این برنامه شاید جای این برنامه تخصصی تر میخواد که راجع به شاهنامه حرف بزنیم، اما شاید بزرگترین خدمتی که فردوسی به فرهنگ ایرانی کرده
اینی که از تاریخ قبل از خودش و از ذهن ایرانی که در قبل از خودش و زمان خودش زندگی میکرده تقدس زدایی میکنه. حالا این یه بحث تخصصیه و شما نگاه میکنید در شاهنامه، چون خود شاهنامه برگرفته از خدای‌نامه قبل از شاهنامه است و فردوسی خدای‌نامه رو در اختیار داشته، کلیله و ندنه رو در اختیار داشته، کتابای دیگر رو از زمان ساسانیان در اختیار داشته و آمده به نظم در آورده، اما اونجایی که اندیشه انسانی خودش رو دخیل کرده در اسطوره و پیوند اسطوره و تاریخ، چون این اسطوره ثبت نشده، سینه به سینه است، خدمتی که فردوسی به تاریخ ایران کرده، به فرهنگ ایران کرده، یک پیوندی بین اسطوره ایرانی و تاریخ ایرانی برقرار کرده و اونو وصلش کرده به تاریخ جاری تا انتهای تا حمله اعراب به ایران و خرافه زدایی کرده و تقدس زدایی کرده. مثلا شما می‌بینی کیخسرو در شاهنامه کشته میشه، ناپدید میشه، رستم کشته میشه، بیژن کشته میشه، تنها شخصیتی که در شاهنامه و اینها خرافی زمان، باید شما در اون فضای فرهنگی اون زمان رو باش آشنا باشی، تاریخ سیاسی اجتماعی اون زمان رو بخونی که این خرافه‌هایی بوده که مثلا الان که در زمان یک سوشیانتی قرار بیاد، یک ناجی بزرگی قرار بیاد و در رکاب اون توس زرین کفش و گودرز و بیژن و گستهم و فریبرز و فرامر اینا باش میان، همین چیزی که الان بعدها پایه‌گذار ادیان بعدی شد، فردوسی آمد در تاریخ این خرافه رو بهش پایان داد، همه رو در شاهنامه کشت که آقا اون چیزی که مقدس انسان و انسانیت، تنها شخصیتی که در شاهنامه سرانجامش پیدا نیست زاله، که اشاره‌ای به کشتنش نیست و به این دلیل، حالا یک تعبیری که میکنن دلیل این کار فردوسی این بوده که یک آیینی در اون زمان بوده، در زمان قبل از اسلام، به اسم آیین زروانیان و که اعتقاد به نامیرایی داشتن و زال نماینده آیین زروانیه که پیروان زیادی هم اون موقع داره، این معاد، این رستاخیز در واقع برگرفته از آیین زروانیانه که بعدها وارد ادیان دیگه شده و این خدمتی که شاهنامه کرده اینه که ذهن انسانی رو دعوت به خرد و خردورزی کرده و این هر چقدر ما راجع بهش صحبت بکنیم هنوز کمه واقعا. گفت سخنها دارم از دست تو در دل، ولیکن در حضورت بی زبانم. حالا ما که واقعا از سخنان شما حرف زدن، شما سخنور بسیار قوی و بزرگ هستید و توانا، سیراب نمیشیم اصلا. آره متاسفانه وقتمون ضیق کمه و قبل از اینکه بریم میباید اینجا علامت خواستم بپرسم منم این علامت چیه زدین؟ این اتفاقا من این نشان رو با افتخار میپوشم و داشتم به دوست عزیزم هم میگفتم بیرون، همه ما انسان ها اولین مسئولیتمون انسان بودنه. بله. اولین مسئولیتمون انسان بودنه و اون تعریف خاص داره. این نشانه سازمان اهدای خونه و وقتی شما 25 بار، 50 بار و 75 بار خون اهدا میکنی به شما پین میدن. این پین 25مین اهدای خون منه که با عشق و با خواسته قلبی این چیزی که در درون من هست و گفتم شاید امروز به مناسبت بهار و زایش دوباره دوستی و مهر در طبیعت، شاید یک پیغامی باشه برای هموطنایی که در بیمارستان هستن، اون پرستاران، بیماران، دکترها، کسایی که عضو خانوادهشون بیماره و این نوروز رو در بیمارستان میگذرونن و نیاز دارن به اهدای عضو، اهدای خون و ما تشویق بشیم و مثل این بهار طبیعت که زایش دوباره داره، ما هم بتونیم با اهدای خونمون یک جان دوباره به یک خانواده، بله، زندگی بخش خون. بله.
خب قبل از اینکه به صورت شما خداحافظی کنیم، شما شعر دیگه ای داری که بخونی؟ البته بازم با ایشون خواهیم بود. درود بر شما. اگه اجازه بدید بخون. من یه عاشقانه آوردم به عنوان نوروز. این آخرین سروده عاشقانه خودم به تقدیمتون میکنم، تقدیم همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز میکنم. حافظ میگه صد نکته غیر حسن بباید که تا یکی مطبوع طبع مردم صاحب نظر شود، با امید که بپسندن. و بعدش هم یک بهاری از مولانا تقدیمتون میکنم. این شعری که تقدیم میکنم اسمش هست بیتاب. بیتاب تو هم، تاب تو هم، تاب ندارم. بیتاب تو هم، تاب تو هم، تاب ندارم. بی نقش رخت ای مه من، روی به مهتاب ندارم. لیلی رخ و شیرین دهنی، حور سرشتی، مجنونم و در کوی تو من تاب ندارم. چون شمع شب افروز در خانه عشقی، در گرد تو پروانه صفت تاب سحر خواب ندارم. مست است وجودم ز تمنای وصالت، مست است وجودم ز تمنای وصالت. خمارم و در میکدم چون تو می ناب ندارم. بازا صنما بر من افتاده نظر کن، من غرقه دریای غمت چاره ز گرداب ندارم. هرچند که خوبان جهان ناز فروشند، دردانه بازار تویی، گوهریم مثل تو اما در نایاب ندارم. در رشته گیسوی تو سرگشته و حیران و پریشان، در رشته گیسوی تو سرگشته و حیران و پریشان. من مثل دو چشمان تو خورشید جهانتاب ندارم. دانم که طبیب دل بیمار حمیدی، دانم که طبیب دل بیمار حمیدی، دانم که تو ای راحت جان یار حمیدی. حاشا که حبیبی چو تو من در همه احوال ندارم. درود بر شما. به به، درود بر شما. آقای حمید غلامی عزیز. بله بله، حمید غلامی عزیز. حالا این شعر به خصوص از چی الهام گرفتی؟ این شعر عاشقانه است. من همیشه شما همیشه می‌بینم خانومتونم رو بهتون نشستن، شایدم بله معلومه دیگه این الهام از کجا هست. مولانا میگه پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد. معذرت میخوام، نظامی میگه پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاییت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. میگه گویند ز عشق کن جدایی، کین از طریق آشنایی. من قوت ز عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. درود بر شما. اینم شعر عشق من بمیرم. واقعا باید عشق ورزید و
عشق داد و عشق گرفت که هیچ قشنگتر از این نیست. واقعا دوست دارید برنامه رو با یک بهاری از مولانا تقدیم هموطن ها بکنیم؟ حتما حتما. مولانا میگه فصل بهاران شد ببین، فصل بهاران شد ببین، بستان پر از حور و پری، گویی سلیمان بر سپه عرض نمود انگشتری. رومی رخان ماه وش زاییده از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شده از کافری. گلزار بین گلزار بین، در آب نقش یار بین، وان نرگس خمار بین، وان لاله های احمری. گلبرگ ها بر همدیگر افتاده بین چون سیم و زر، آویز ها و حلقه ها بی دستگاه زرگری. در جان بلبل گل نگر، و از گل به عقل کل نگر، و از رنگ در بی رنگ پر، تا بوک آنجا رهبری، گل عقل غارت می کند، گل عقل غارت می کند، نسرین اشارت می کند، کینک پس پرده استان کو می کند صورتگری. ای صلح داد جنگ را، وی آب داد سنگ را، چون این گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری. گر شاخ ها دارد تری، ور سرو دارد سروری، ور گل کند صد دلبری، ای جان تو چیز دیگری. چه جای باغ و راغ و گل، چه جای نقل و جام مل، چه جای روح و عقل کل، که از جان جان هم خوشتری، که از جان جان هم خوشتری. نوروز و بهار رو به همه شما دوستان و عزیزان در هر کجای این دنیا که هستید تبریک میگم و بار دیگه جسم و جانی سالم و آزاده براتون آرزو دارم. نوروز پیروز. با سپاس از آقای حمید غلامی، شاعر، سخنور و ادیب که ما به وجودش افتخار میکنیم. یک گوهر یکدانیش در میان جامعه ایرانی. خواهش میکنم. و امیدواریم که سالیان سال به خوبی و خوشی و تندرستی زندگی کنی و ما هم از وجود نازنینت بهره‌مند بشیم. لذت ببریم و پای سفره بیاین، در خدمتتون باشیم. واقعا درود بر شما. ممنون. بسیار زیبا بود. فوق‌العاده بودین. من فکر میکنم قرار برگردیم بعد با آقای آقای غلامی قراره که یک با لباس بختیشون بختیاری نمیخواستم بگم، گفتم میریم برمیگردیم بعد سورپرایز کنیم. شعر بختیاری هم میخواید بکنید؟ میخواید توضیح بدین در این مورد؟ شعر بختیاری یکی دوتا کار بهاریه بختیاری آوردم برای گفت گر کسی پرسید افسر کیست، برگویش جواب بختیاری زاده و افسرده حالی بیش نیست. زیبایی جامعه ایران اینه که این اقوام یک ملت متحد رو تشکیل دادن و با افتخار هر کسی اون عقبه قومی خودش رو، باید اون سنت های قومی خودش رو هم همینجور که سنت ملی رو ما جشن میگیریم، اعتقاد من اینه که اون اصل و پایه و اساس باید در سنت خانوادگی، سنت باشه، قومی هم باشه. و یکی دو تا بهاریه بختیاری هم آوردم که عاشقانه تقدیم شما و هم در اثر بختیاری در همین برنامه. بله. از شما ممنونیم. ممنونیم. بازم برمیگردیم با شما خواهیم بود. ممنونم. درود بر شما.